قابلیت و احترام برای خودمون داشته باشیم که ببینیم کجا با رهبرمون با پادشاهمون ایستادیم. به همین اطلاعیه ها، بیانیه ها، این گونه نشست ها قناعت کنیم، بگیم چشم هر کی شما میگید درسته، 20 سال دیگه صبر بکنیم. اگرم حرف بزنیم اخه هستیم، بد هستیم، یونیتی رو داریم به هم میزنیم، داریم اختلاف میندازیم. بین کی اختلاف میندازیم؟ دو تا سازمان سیاسی، دو تا شخصیت سیاسی در این شهر به من نشون بدید طرفدار نظام پادشاهی باشن، بتونن با هم بشینن 5 دقیقه بحث سیاسی بکنن. به خدا نیست. دو تا سازمان از 1 نفرش تا 100 نفرش به من نشون بدید بتونن با هم مسالمت‌آمیز بشینن و در جهت براندازی این رژیم یک هدف واحد رو پیش ببرن. نذاشته رژیم، نمیذاره رژیم. هر با پوزش از این واژه سکویی میدونید که فوش میده، استاد چوسکی برای خودش سیاست مداره، دبیر کله، سازمان داره، حزب داره، جبهه داره، نهضت داره. تحت هیچ شرایطی هم این 7-8-10 نفر رو با اون لوگوی سازمانش و با اون برنامه‌هاش نمیخواد از دست بده تا بمیره. بهشو برخورد الان. دیدی آقا باز توهین کرد؟ هر کاری میکنیم باز توهین میکنیم. همین شما ما رو بدبختمون کرد. شما ها این رژیم رو با همین گونه تفکر و اندیشه و بغلی خودتون سیاست مداریتون حفظش کردید. چه شما ها، چه اون نکبت هایی که با 4 تا تراکتور با 4 تا توتراک نمیشه از این بر برداشت گذاشتشون اون بر، اینقدر تو فیس و افاده و فیگور و قیافه گرفتن، هیچ غلطی هم نکردن. ما نمیپیوندیم، به ما بیاین بپیوندن. میدونی چرا سکویی اخه، چرا سکویی بده؟ چون این حرفا رو هر روز به رخ همین آقایون و خانوما میکشه، همین هایی که در بلاهت، همین هایی که در رویا پردازی، همین هایی که در همین جو بلاهت خودشون رو نگه داشتن. دیدی چی گفت؟ به خدا دو تا واژه جدید توش. یک دفعه ما با 5 مارس نشست واشنگتن روبروش. آقا کسی برای تو تره خورد نمی کنه که دیگه تو جون تو عمرت تو 30 سال گذاشت دیگه چیکار بکنی؟ آقا خوشا به حال شما چه احزاب و سازمان های 5-6 نفره که این وضع موجود رو 30 سال نگه داشتید. 30 سال آقا الان چند روز دیگه زادروز ابرمرد تاریخ ایران رضا شاه. ای سازمانهای سیاسی طرفدار نظام پادشاهی، 2000 تا سازمان توی شهر دارید، چی کار میخواید بکنید؟ باز جمع بشیم یه دونه هتلی سالونی بگیریم 40 نفر بیاییم بگیم رضا شاه بزرگ دوستت داریم. شماها ما رو به این وضع انداختید. رژیم اسلامی از من متنفره. من روزی 2 ساعت تصاویر رضا شاه بزرگم رو به سراسر جهان میفرستم، تصاویر آریامهرم رو، صحبت هاشو میفرستم. برای همین تو تلویزیون های وابسته به رژیم اسلام با نام اینترتینمنتی سریال هایی رو که در جهت تخریب تاریخ ما، رضا شاه ما، محمد رضا شاه ماست میذارن. شما هم صداتون در نمیاد نکبت ها. شما ها دارین میگردین یه راه پیدا کنید صدای سعید سکویی رو ببرید، چون هستن در بین شما ها مزدوران حکومت اسلامی که همین وضع و شرایط رو باید نگه دارن. بعد از 30 سال بگیم زمان براندازی رژیم نیست، زمان مذاکره با رژیمه. به چه زبونی باید با شما ها صحبت کرد؟ به چه زبانی؟ سعید سکویی
هفته یه روز بیا توی جلسه 10-15 تا خالد زنک و نمیدونم رینگول فنگول بشینیم و راجع به شهر صحبت کنیم و پشت سر این و اون حرف بزنیم و از این رسانه و از اون شخصیت بگیم و یه صورت جلسه دوزاری چهار خطی بذاریم و پشتش هم یه سرود شاهنشاهی بزنیم و یا اونای دیگه هم که نمیزنن این اینو گفت اون اونو گفت چهار تا ایمیل مثلا واسه خاویر سولانا، چهار تا ایمیل برای مثلا کاخ سفید بفرستیم بگیم یونایتد نیشن مرگ عمت که در قید حیات نیست پیمر اتنشن. حالا هم که همه رفتن با دستمال ابریشم زیر آلات و ابزار و لوازم و تحریر آمریکایی‌ها رو بیاین مذاکره کنید. احمد گستاخی رو میبینی به کجا رسیده؟ یه بیانیه موقعش آقا چی میخواید؟ میخواید اینجا کارت نوروزی بیارم لاشو باز کنم براتون رینگولی بنگول بکنه؟ میخواید حاجی فیروز بفروشم؟ میخواید 4 ساعت اینتر خط هاتبرد برم اجاره بکنم مثل رفیقمون با شرایطی که 200 تا تلفنم تعهد بشه به من زده بشه به ما پولم بدن ما بتونیم اهداف نامهربان رو پیش ببریم پولمونه بگیریم همه چیزینو بگیریم کارامونو بکنیم بازیامونو بکنیم پروژهامونو پیش ببریم فرشمونو بفروشیم جواهرمونو بفروشیم آیه ای همین طور از سر گلوم بریزه وقت نداشته باشیم دیگه بذاریم یه ویترین هم بذاریم هر بی پدر و مادری رو بذاریم جلو دوربین به رضا شاه به محمد رضا شاه به تاریخمون به فرهنگمون به هویتمون به همه چیزمون فحاشی کنن چارتام سریالای حکومت اسلامی رو بذاری یا یارو تاس میده چه دلار راست داره میشه یا داره صحبت های خمینی و خامنه ای رو میزنه یا داره به یه طریقی به تاریخ و فرهنگ ما میزنه سکوی خوب میشه سکوی دیگه خانه ایران میخوان بزنن میرن باهاش مصاحبه میکنن سکوی دیگه میخواد که کنسرت بزنه بیاد ازش اجازه میگیره سکوی میخواد که قدر غلطی بکنه آقا شما تشریف بیارید امشب شام همه دوره بعد بره تو اون باند مافیایی شهر لس آنجلس با عزت و اینا بره بشینه و بیاد و این گونه مثلا همشون از من متنفرن چرا؟ چون راه من متفاوته من تن به خفت و خاری ندادم تا به امروز نمیدم من با این حرف آقا به این چی کار داری به اون چی کار داری دموکراسیه ولی تو حرفت هم بخواه بزنی نه اینجوری نزن اونجوری بزن ملایم بزن به اون کاری نداشته باش آقا به اون تو این خب آقا بگید که این حلقه ای که میخواین دور گردن ما بندازین مدت زیاد رو دستتون مونده دیگه چون به عید نوروزمون داریم نزدیک میشیم از امروزم ارکاندیشن ما شروع به کار کرد من دیگه مجبور نیستم اینقدر آرامو عرق بریزم و با آرامش صحبت کنم میتونم فریاد هامو بزنم گذاشتیم روی 60 آقا یعنی خیلی هوا خونک دیگه از امروز میتونیم پرواز بکنیم و صحبت بکنیم خبر خوب بهتون بدم با یه کمپانی صحبت کردیم دیروز یک هموطنی زنگ زدن داریم یک دستگاه بسیار قوی لایو استریم میگیریم که روی سایت خودمون با 10 مگابایت شاید هم فایبر خودمون برنامه های خودمون رو 24 ساعته در این حال که لطف و مهر و محبت جی الویز جناب آقای معینی شامل حال ما هست و داره جی الویز ما رو پخش میکنه چون ما بسیار از خط قرمز عبور میکنیم مهازا هنوز این لطف برگردن نگه داشت ما رو دارن نشون میدن اما مهازا من آدم کانسروتیوی هستم جایی نمیرم که آب از زیرم رد بشه داریم تدارک میبینیم که خودمون 24 ساعته با بهترین کیفیت موجود برنامه هامون رو از رو سایتمون هم بدون وابستگی بتونیم پخش بکنیم وقتی با رژیم اسلامی در میفتی از همه جوانه باید حواس کارت رو داشته باشی البته نصیحت های دوستانه شرافتمندانه اونایی که نگران سلامتی منن اونایی که ممکنه من یه مقدار آرامشم از دست بدم یه چیزی بگم درست نباشه گوش میکنیم جانم اما رو حساب و کتاب رو برنامه